فرصتی دیگر، قسمت هفتم. بابک سری بالا انداخت و گفت بی خیال، سنگ و آجر دوباره روی هم چیده میشه. اگه هم نشه یه خونه اجاره میکنم تو اصفهان. مهم اینه که هر دوشون سلامتن. مهدی جذب داستان زندگی او شده بود. چرا اصفهان؟ خانومم اهل اصفهانه، پدر و مادرش اونجان و حالا هم قصد دارم ببرمشون اصفهان. زمستونه و هوا سرد، حالا دو سه ماهی اونجا باشن تا ببینم چی میشه. تو این اوضاع چطور میخوای ببریشون؟ ماشین شخصی هم تو حیاته، البته شیشه عقب حسابی ترک برداشته، ولی چاره ای نیست و قابل استفاده است. فکر کنم با کمک یکی دو نفر بشه در خونه رو باز کرد. به تنهایی که نتونستم، اگه ماشین رو بیارم بیرون میبرمش. مهدی زیر لب اهم میگفت و وارد چادر امداد شد. یک دکتر و دو پرستار سرشان حسابی گرم بود. مهدی به طرف دکتر رفت و گفت خسته نباشید. دکتر بدون اینکه او را نگاه کند گفت ممنون، فعلا برای خسته شدن فرصت نداشت. مهدی به او که داشت پای مردی را باند می‌پیچید نگاهی کرد و گفت یه نفر تو آسانسور گیر کرده، حالش خوب نیست، میتونید بیاید یه نگاهی بهش بندازین؟ دکتر باز هم بدون نگاهی به او گفت پاشو بگیر تکون نده. مهدی نگاهی به مرد مسن روبرویش کرد و خم شد و پای او را گرفت و گفت فکر کنم دستش نیاز به بخیه داره، تبش هم خیلی زیاده. دکتر خیلی سریع پاسخ داد بیارش اینجا. مهدی هرسی نفسی کشید. این مرد اصلا به حرفای او گوش نمی داد. میگم اونجا گیر کرده، نمیتونیم درش بیاریم، پس من چطور میتونم معاینش کنم؟ برای ورود هوا به داخل کابین یه قسمت کوچک از شیشه رو شکوندیم، شاید بشه از اونجا. دکتر بین کلام اومد و گفت بعض اینجا رو نمیبینی؟ فکر میکنی من بتونم بیام؟ اوه چقدر از التماس کردن بیزار بود، یه رو بیشتر طول نمیکشه. مگه نمیگی بخیه میخواد؟ من که نمیدونم، دارم حدسی میگم. لازمه شما خودتون ببینید. دکتر با زدن چسب آخر از جا برخاست و گوشه چادر رفت. از میان داروها چند دارو جدا کرد و گفت خانم حیدری. دختر جوانی که ملبس به لباس پرستاری بود جلوتر آمد. دکتر گفت اینا برای اون مرده و یکی دو قرص و دو داروی تزریقی را کف دست او گذاشت و رفت سراغ بیمار بعدی. مهدی سنگشتش را به شقیقش فشرد و گفت لازم حتما ببینینش. دکتر سر بیمار بعدی نشسته بود. دختر نوجوانی بود. با تکان دادن دستش فریادش به هوا رفت. قیچی را برداشت و آستین لباسش را با احتیاط برید و در همین حین گفت مصطفی بیا اینجا. پرستار دیگری نزدیک شد و با دیدن او بدون اینکه چیزی بپرسد رفت سراغ وسایل لازم و آنها را کنار او چید و برای کمک کنارش نشست. مهدی کلافه شد. چی شد؟ دکتر یک لحظه نگاهش کرد و گفت داری میبینی که، ولی اون به کمک احتیاج داره، اینا هم به کمک احتیاج دارن. با ورود چند نفر حرفش نیمه تمام ماند. یکی از کسانی که وارد شده بود گفت دو نفر مصدوم آوردیم و با نگاهی به اطراف چادر گفت کجا بذاریمش؟ دکتر به سمت راست چادر نگاه کرد و گفت اون دو نفر رو منتقل کنید به چادر کناری و بذارینشون جای اونا. مهدی عصبی سری تکان داد و گفت آقای دکتر. دکتر سرش را بلند کرد و گفت اگه میتونستم دریغ نمی کردم. سعی کنید هرچه سریع تر بیاریدش اینجا. مهدی دستش را بین موهایش فرو برد. حالا دقیقاً به این توصیه دوستانه نیاز داشت و بس. بابک که دم چادر ایستاده و تا اینجا تماشاگر بود نزدیکتر آمد و گفت حداقل دارویی چیزی بدین، هم تب داره و هم زخمش بد جوریه. دکتر نگاهی به زخم دختر انداخت و رو به مصطفی گفت تمیز و ضد عفونیش کن تا بیام و دوباره به سمت گوشه چادر رفت و پشت به آن به آنها چیزهایی برداشت و برگشت. مهدی نزدیکتر بود، به سمت او رفته و یک عدد بتادین و گاز استری رو باند به دستش داد و گفت بتادین رو زود برش گردون، دو ظرف بیشتر برامون نمونده، بر نداری بریزی روی زخم، با آب تمیزش کن و بعد دور زخم رو با بتادین ضد عفونی کن و ببندش. فعلا همین کمک های اولیه که بلد نیستی؟ نه. باشه. و داشت دوباره به سمت دختر می رفت که مهدی گفت
تبش هم خیلی زیاده. دکتر دوباره برگشت و یک عدد استامینوفون کدئینه از غلافش بیرون کشید و به دست مهدی داد و گفت اینو بده بخوره. مهدی نگاهی کرد و گفت آقای دکتر اهل کجایی؟ بالاخره تبسمی بر لب دکتر نقش بست. اهل زنجان. تنها مسکن موجودمون همون دو بسته است که اونجاست. یه بار بیشتر برامون دارو نرسیده. اینو بهش بده، اگه یه ساعت دیگه دیدی تبش پایین نیومد به هم بگید. مهدی نفسی کشید و گفت باشه. بابک بازویش را کشید و گفت بیا بریم، میبینی که سرشون شلوغه. وقتی از چادر خارج شدن مهدی گفت آب معدنی داری؟ بابک با گفتن یک دقیقه صبر کن به سمت چادری رفت و با یک آب معدنی بزرگ برگشت. مهدی برای گرفتن بطری دست پیش برد و گفت از کمکت ممنونم، شما برو به خونه بادت برس، بهتر زودتر را بیفتین. بابک خیلی جدی گفت نه داداش، اصلا امکان نداره، اول بذار تکلیف شما روشن بشه بعد. و بدون اینکه فرصت پاسخ به او بدهد دست به کمرش نهاد و به جلو هلش داد و گفت راه بیفت. راستی تو اهل اینجا نیستی؟ نه نه. اهل کجایی؟ مراغه. اونجا که اتفاقی نیفتاده؟ نه، تنها لرزه رو احساس کردن، ولی شکر خدا آسیب دیدگی نداشتن. خب پس راه تو نزدیکه، انشاءالله دختره رو که بیرون آوردیم اول شما رو میرسونم بعد میریم. در حالی که همدلی او دلگرمش کرده بود گفت متشکر، ماشین خودم بیرون شهر، نذاشتن بیارمش تو شهر. آها، چه بهتر، تا اونجا میرسونمت. شما برین، معلوم نیست چقدر طول بکشه بیرون آوردنش. نگران نباش، یه کارش میکنیم. هنوز وارد حیات نشده بودن که صدای سعید متوجهشان نبود. آقا مهدی، معلومه کجایی؟ مهدی سرش را بالا برد و علی و سعید را روی آوار دید. در حال بالا رفتن گفت یه سر رفته بودم چادر امداد. علی بود که پرسید برای چی؟ دستش نیاز به پانسمان دارد. شما کمک های اولیه بلدین؟ دورش رو دیدیم. مهدی نفس راحتی کشید و گفت چه خوب. و با این بتادین و سایر وسایل را به دست علی داد. سعید پرسید اون که اون توه، چطور میشه دستش رو پانسمان کرد؟ مهدی با آسانسور نزدیک شد و گفت دستش رو از این سوراخ میاره بیرون. همین. علی هم کنار مهدی نشست و گفت ولی میگه نمیتونه بپاشه. و مهدی زیر لب غر زد مگه دست خودشه؟ بلندتر ادامه داد ندا یه بار دیگه باید پاشی. صدای ندا لحظه به لحظه بیرمختر میشد. خون زیادی از دست داد داده و دردمند حالتی از خمودی در او ایجاد کرده بود. با این حال گفت دست بردار، نمیتونم. مهدی محکمتر گفت نشنیدی گفتم باید. ندا با بیحالی چشمانش را بست و گفت عمرن آقای معتمد. مهدی لحنش را آرام تر کرد. ببین ندا، سعیت رو بکن، هم باید دستت پانسمان بشه و هم یه قرص مسکن بخوری. دیدی که کار سختی نبود. ندا با همان چشمان پاسخ داد کور خوندی، اگه فکر کردی دوباره میذارم دستم رو بلند کنی. سرش را انداخت پایین. چرا دروغ؟ دلش برای ندا میسوخت، ولی این باعث نمیشد که بی خیال وضعش شود. در حالی که سعی میکرد حوصله بیشتری به خرج دهد گفت همین یه بار. ندا مشت بسرش را به دیوار کوبید. کلافه شده بود و خسته. تمام شب را برای نوشتن برنامه ای بیدار مانده بود. لپتاپ هم نداشته که صبح قبل از باز شدن سایت همراه با مینا دم سایت ایستاده و منتظر حضور مسئولش شده بود. بالاخره با 20 دقیقه تأخیر آقای مرتضوی مسئول سایت نزول اجلال نموده بودند. بیش از یک ساعت هم طول کشیده بود که برنامه را وارد کامپیوتر کند، ولی هنگامی که برنامه را برای اجرا زد کامپیوتر کلن هنگ کرد. 10 دقیقه هم با کامپیوتر کلنجار رفت، ولی درست بشون نبود که نبود. هرسی به مینا گفت برنامه چی شد؟ هیچی، هنوز درگیرم، بابا کامپیوتر من کاملا قاطی کرده. مینا بدون اینکه سر برگرداند پاسخ داد خب به آقای مرتضوی بگو. ندا دهنش را کج کرد. آقای مرتضوی؟ نه که خیلی بارشه، هرچی بهتر از من و تو برده که. ندا آرام پرسید ببین ریستارت کنم برنامه میپره. نمیدونم سیبش کرده بودی؟ یادم نمیاد. اون وسط ها یکی دو بار سیب رو زده بودم. نمیدونم ندا. ندا پفی کرد و به تنه گفت مرسی بابت کمکت.
مینا لبخندی زد و معنیدار گفت: خواهش میکنم. ندا نگاهی به آقای مرتضوی کرد. سرش گرم صحبت و گپ زدن با دوتا از دوستانش بود. سریع کامپیوتر را ریستارت کرد و تا بالا آمدن کامل صفحه اصلی چقدر هم هول داشت. با باز کردن فایلش آه از نهادش برآمد. وای مینا، نصف برنامه پریده. مینا ریز خندید و گفت: خب دوباره بنویس. ندا میخواست سر دوستش را کامل ببرد. دوباره شروع کرد و نوشت: ولی مینا این نهایت نامردیه. برنامه من از همه شماها سخت تره. خب میخواستی با استاد کلکل نکنی. آخه مرتی که خیلی دستی کممون گرفته بود. مینا دوباره خندید و گفت: پس نوش جونت. مگه چاره ای داشت؟ دوباره شروع به نوشتن کرد و این بار سعی کرد قبل از زدن اجرا برنامه‌اش را یک بار چک کند. برنامه را برای اجرا گذاشته، وای دوباره هنگ. دلش می‌خواست سرش را به دیوار بکوبد. نیم نگاهی به مینا کرد. از این دختره هم آبی گرم نمیشه. با بیچارگی برخاست و به سمت میز مسئول رفت. خنده این پسر را فقط وقتی میشد دید که با دوستانش باشد. بلند و مؤدب صدایش کرد: آقای مرتضوی. مرتضوی صورتش را به سمت او برگرداند و چون همیشه اخمی بین دو ابرویش نشاند و گفت: بله. ندا با کمی من و من گفت: کامپیوتر هنگ کرده. دلش از دست این سال اولی ها خون بود. سری تکان داد و گفت: باشه، بفرمایید، الان میام. ندا سر جایش برگشت. آن 5 دقیقه‌ای که طول کشید تا مرتضوی به سمت او بیاید برایش 1 ساعت گذشت. مرتضوی نزدیکش شد و در حالی که اشاره می کرد جایش را به او بدهد گفت: داشتین چه کار می کردین؟ ندا برخاست و کنار کشید. زدم برنامه اجرا بشه. مرتضوی ابرویش را بالا داد. معلوم بود برنامه چطور برنامه ای بوده. انگشتانش به سرعت روی کیبورد به حال حرکت درآمد. ندا تمام حواسش را به انگشتان او داده بود تا بفهمد چه کار می کند. اما هر 10 انگشتش همزمان حرکت می کرد و نمی فهمید چه دکمه هایی را فشار می دهد. مرتضوی در حال برخاستن گفت: اول برنامه‌تون رو غلط گیری کنید، بعد بزنید اجرا. با دور شدن او ندا نفس راحتی کشید و نشست. حداقل این دفعه برنامهش نپریده بود. هرچه به سطر برنامه چشم دوخت احساس کرد کارش درست است، اما دیگر جرأت نکرد اجرا را بزند. مینا گفت: ندا، برنامه من نصف بیشترش جواب نمیده. خوش به حالت، چون مال من همون نصفش هم جواب نمیده. بیا بریم پیش استاد یه نگاهی بهشون بکنه. همین یه کارم مونده. مینا از صندلی بلند شد، کش و قوسی به خود داد و کنار ندا آمد. پس میخوای چه کار کنی؟ تو میخوای چه کار کنی؟ نمیدونم، فعلا مغزم نمیکشه. پاشو بریم بوفه یه چای بخوریم. موافق بود، مغزش خشک شده بود. شاید چای کیسه‌ای کمی ترش میکرد. قبل از ورود به بوفه مینا تلنگری به بازوی ندا زد و گفت: اوه پسره رو. ندا گیج به اطراف نگاه کرد و گفت: کدوم پسره؟ بابا بهمن رو میگم دیگه. ندا شانه بالا انداخت و گفت: اصلا اون آدمه که تازه میخوای نشون منم بدی؟ مینا دوباره سقلمه‌ای به پهلویش زد و گفت: ماشینش رو دیدی؟ اه مینا، پهلوم رو سوراخ کردی. آخه به من چه؟ به تو چه؟ مینا که همچنان چشم از سنانای او بر نمی داشت گفت: برو بابا، تو هم اصلا تو باغ نیستی. ندا بی هیچ حرفی بازوی او را گرفت و داخل بوفه کشید و گفت: فردا باید برنامه‌مون رو تحویل استاد بدیم. اون وقت بهمن و سناناش به هیچ دردمون نمیخورن. بجنب. در حال چای خوردن بودند که مینا یک مرتبه گفت: ندا، چشمات به کی رفته؟ لعنتی ها انقدر قشنگن. ندا نفس عمیقی کشید و گفت: نمیدونم، فکر کنم یکم به عمم. مینا، این تعطیلات رو میخوای بری خونه یا واحد برمیداری؟ مینا جواب داد: هنوز تصمیم نگرفتم، دلم میخواد برم خونه، ولی میدونی که واحد کارآموزی داریم، بین ترمهای اصلی برداریم به مشکل برمیخوریم و سال دیگه هم که درسمون تمومه. ندا با بیمیلی گفت: نمیشه هر کی شهر خودش برداره؟
نه فکر نمی کنم. آخه استادش یکی دوباری میاد سر میزنه. مینا پوزخندی زد و گفت نه دلت خوشه ها. استاد میاد برای 40 نفر مکان تعیین میکنه. هر کس باید خودش یه جایی رو پیدا کنه. ندا آخرین جرعه از چایش را نوشید و گفت حالا با این برنامه چی کار کنیم؟ چاره ای داریم؟ باید بریم پیش استاد دیگه. وای نه. مینا در حال برخواستن گفت خب پس چه کار کنیم؟ ندا لبانش را به علامت فکر کردن جلو داد. بریم پیش اون یکی استاده. کدوم؟ همون پیره، همون که موهاش سفیده ها. دکتر نعیمی رو میگی؟ آها، فکر کنم اسمش نعیمیه. بچه ها میگفتن با حوصله است. مینا راه افتاد و گفت باشه بریم، ضرری که نداره. از دمه در باز اتاق دکتر نعیمی نگاهی به داخل انداختن. 3-4 نفری حضور داشتند. اخلاق خوب استاد نعیمی موجب شده بود که هر کس از هر ترم به هر درسی مشکل داشته باشه برای حل آن به حضور ایشان برود. ندا و مینا که اولین بارشان بود وارد اتاقش شدند با کمی دلهوره و احتیاط پیش رفتند. دکتر نعیمی خوش صحبت و سخت کوش طبق معمول سرپا بوده. هم پاسخ سوال ها را می داد و هم سر به سر بچه ها می گذاشت و می خندید. تون حرف می زد و گاهی چند کاغذ لوله شده را به سر دانشجویان مقابلش می کوبید و می گفت ای حواس پرت. 3 پسری که مقابل میزش قرار داشتند با این شوخی های استاد آشنا بودند و تنها عکس العملشان خنده بود. ندا و مینا هم خیلی ساکت و سر به زیر کنار ایستاده بودند. اینا جزء اموال نامنقول اتاق من هستند. وقتی از کلاس بیرون میان فکر میکنن اینجا بوفه هی چیزیه. یه راست میان اینجا. شما کارتو بگو. دانشجویان مزبور زدن زیر خنده. مینا هم ریز ریز میخندید ولی ندا طبق معمول سعی کرد نخندد. راستش مزاحم شدیم تا اگه زحمتی نیست یه نگاهی به برنامه ما بیاندازید. اصلا اجرا نمیشه. و با این حرف پلش را به طرف استاد گرفت. غلطگیری از برنامه یک نفر دیگر سخت ترین کار ممکن بود و گاهی اوقات واقعا غیر ممکن. دکتر فلش را گرفت و اندکی به طرف میز کناری خم شد و گفت مهدی یه نگاه به این برنامه بنداز ببین مشکلش کجاست. مهدی تبسمی کرد. چشم استاد. تازه با شنیدن صدا ندا متوجه حضور کسی پشت میز کناری که به صورت ال شکل به میز دکتر نعیمی چسبیده بود شد. فرد پشت کامپیوتر به قدری سرش گرم کار بود که اصلا دیده نمی شد. ندا و مینا آن چند دانشجو را دور زدند و به انتهای اتاق رفتند. مهدی برای زدن فلش به کیس کمی خم شده بود و وقتی دوباره روی صندلی راست نشست ندا توانست او را ببیند. آرام از داخل لبش را گاز گرفت. در تمام 2 ترمی که در آن دانشگاه بود سعی کرده بود بی تفاوت از کنار همه بگذرد غیر از این پسر. یعنی هرچه سعی می کرد اخمهایش را در هم بکشد و در رو در رویی هایش بدون عکس العمل باشد نمی شد که نمی شد. حالا اطلاعاتی نیز خواه و ناخواه از او یافته بود. اسمش مهدی معتمد و دانشجوی سال آخر نرم افزار کامپیوتر بود. در همان سال مدرک مهندسیش را می گرفت. در دانشکده برای خودش بروبیایی داشت و اکثر اساتید و دانشجویان او را می شناختند. فعلا هم پروژه‌ای با دکتر نعیمی داشت. شخصیت مهدی را می توانست در 2 کلمه برای خود تصویر کند. پسری مغرور و خودخواه. البته فکر می کرد. برخورد بقیه در به وجود آمد آوردن این شخصیت بی تأثیر نبوده. به هر حال هرچه که بود در طول 2 ترم گذشته کوچکترین برخوردی با هم نداشتند و تنها در سالن از کنار هم عبور می کردند که آن اوایل ندا انتظار داشت سلامی از جانب او دریافت کند، چرا که به خاطر کار دانشجوییش چند بار هم کلام شده بود با او، ولی هرگز این اتفاق نیفتاد. ندا هم آدمی نبود که به دیگری آن هم یک پسر در سلام دادن پیش قدم شود و همین ماجرا عبورش را از کنار مهدی با مشکل مواجه کرده بود. بیشتر دلش میخواست با او رو در رو نشود و از کنارش عبور نکند تا به هنگام عبور حرص بخورد که این پسر به عالم و آدم سلام میدهد به غیر از او.
یکی دوباری هم دوستش را دیده و تا جایی که فهمیده بود به اسم فرزاد خوانده می شد. درسش را در سال پیش به اتمام رسانده بود، ولی همیشه حضورش در دانشکده با سر و صدا و شوخی همراه می شد و نشان می داد او هم از محبوبیت زیادی در دانشکده برخوردار بوده. با صدای مهدی به خود آمد. خب اول بفرمایید مشکل کجاست؟ ندا که از نگاه خیرش به او شرمنده شده بود سرش را پایین انداخت و سعی کرد برای دادن پاسخ تمرکز کند. مهدی تبسم کمرنگی کرد و تنها فایل موجود در فلش را گشود و گفت برنامه همینه دیگه. ندا با خود فکر کرد اگر می دانست این پسر اینجاست هرگز پایش را داخل اتاق دکتر نعیمی نمی گذاشت. مهدی کمی بلندتر گفت خانم مقدم اینجا این؟ خب پس اسمش را هنوز به خاطر داشت. ندا فکر میکرد این پسر کلن تمام اطلاعاتی که مربوط به او بود را به دور انداخته و تصویر او را نیز از بین شبکه هایش حذف نموده. سرش را بلند کرد. نقاب بی تفاوت همیشه را به چهره زده بود. مهدی تکان مختصری به سرش داد و گفت آهان پس جواب رو بدین. اصلا او سوالی پرسیده بود پس چرا اون نشنیده بود؟ مهدی به پشتی صندلی تکیه داد و دست به سینه شد. منتظرم. یعنی آخر زایه بازی می شد. اگر می گفت مگر سوالی پرسیدین؟ کمی با خود فکر کرد. سوالهایی که می توانست بپرسد چه می تواند باشد؟ اینکه به چه اشکالاتی برخوردی؟ با عنوان پروژه چیه یا به هر حال از این قبیل سوالها؟ شروع کرد به توضیح دادن. قرار بود برای یک کارخونه شکلات سازی فرضی یه برنامه بنویسیم. ورودی ها و خروجی های انبار و همینطور قصد داشت توضیح دهد که به چه مشکلی برخورده که مینا ضربه آرامی به کمرش زد. ندا برگشت و نگاهش کرد. به زور جلوی خنده خود را گرفته بود و به صورت مهدی نگاه کرد. مگر چی شده بود؟ مهدی همانطور دست به سینه و با لبخندی در گوشه لب به او نگاه میکرد. مینا دخالت کرد و گفت دکتر دلاوری. ندا همچنان گیج نگاهش را بین آن دو دوران میداد. مهدی که به اندازه کافی از جب به وجود آمده لذت برده بود گفت خب ادامه توضیحاتتون رو بدین. ندا نفسی کشید، اخ می کرد و خیلی جدی به حرفهایش ادامه داد. همچنین کارمندا و حضور و غیابشون و شرایط حساب و حقوق و پاداش و این حرف ها هم باید مد نظر قرار گرفته بشه. یه چیزهایی نوشتم ولی وقتی میخوام اجراش کنم کامپیوتر هنگ میکنه. مهدی دستش را روی دهانش گذاشته بود و به صفحه مونیتور خیره شده بود. ظاهراً داشت برنامه رو بررسی میکرد. والا من هم با دیدن اون اخم هام هنگ میکنم. چه برسه به کامپیوتر بیچاره. او با گاز کوچکی که از انگشتی اشارهش گرفت تمام تلاشش را کرد تا خندهش را به طرز مصالحه جویانه‌ای فرو برد. مدتی طول کشید تا توانست بگوید همه اینا رو قرار شما به تنهایی بنویسین؟ ندا خیلی جدی گفت بله. مهدی با خنده با نمکی گفت اون وقت میشه بگید چه بلایی سر دکتر دلاوری بیچاره آوردید که چنین برنامه رو براتون داده؟ ندا زیر لب گفت هیچی. مینا که جب ایجاد شده را مناسب برای صحبت میدید و به نظرش مهدی آدم خوش صحبتی آمده بود گفت هیچی، فقط نیم ساعت باهاش کل کل کرده. مهدی که انتظار این حرف را داشت زد زیر خنده آهان اون وقت سر چی؟ ندا به مینا نگاه کرد. دلش میخواست سرش را ببرد. اصولا دست به سر بریدنش ملس بود. باز بدون لبخند گفت میگفت دانشجوهای امروزی الن و بلن. من هم گفتم اصلا اینطور نیست. اون هم هی میگفت تا ما زمان دانشجویی اینطوری بودیم، اینجوری میخوندیم، همه فکر و ذکرمون پی درس بود و از این مزخرفا دیگه. من هم اجازه ندادم بیش از این بهمون توهین کنه، حقش بود. بلبانش را با مظلومیت تمام به جلو هل داد. مهدی با همان خنده‌ای که از لبانش کنار نمی رفت سری تکان داد و رو به مینا پرسید شما چه اشکالاتی داشتین؟ مینا با خوشحالی فلش را به دست مهدی داد و گفت بله. مهدی فلش را به دستگاه زد و گفت خب برنامه شما چیه؟ میکانیزه کردن کارهای مربوط به کارمندان یک شرکت، یعنی محاسبه ساعات کاری کارمند. بله، ولی فقط نصف برنامه‌ام جواب نمیده. فهمیدم.
بذار اول برنامه شما رو ببینم که سبکتره و صورتش را به سمت ندا چرخاند و گفت شما فعلا تشریف داشته باشید و با دستش به صندلی کنار دیوار اشاره کرد. حدود 5 دقیقه با مینا حرف زد و راهنمایی های لازم را کرد و سپس رو به ندا گفت خانم مقدم بیایید اینجا. حالا درباره برنامه‌تون و چگونگی نوشتنش توضیح بدین. با شروع ساعت کلاس درس از تعداد دانشجویانی که در اتاق استاد حضور داشتند کاسته شد. مینا که محیط اتاق را مناسب می دید از دکتر نعیمی پرسید استاد ما می تونیم با شما درس کارورزیمون رو برداریم؟ دکتر نعیمی سرش را از روی کاغذهایش بلند کرد و گفت کی می خواهید بردارید؟ همین تابستون. آره میشه، فقط قبلش تقاضاتون رو و تعدادتون رو برام بنویسید. باشه، اما استاد مکان مربوط به کارآموزی رو میتونید شما برامون معرفی کنید؟ دکتر نعیمی با سر خودکارش سرش را خاراند و گفت ولی باید شما خودتون مکانش رو پیدا کنید. ندا که صحبت‌های آن دو را میشنید توضیحاتش را قطع کرد و گفت ولی استاد ما اصلا اهل اینجا هم نیستیم، جایی رو سراغ نداریم. دکتر نعیمی رو به مخاطب جدیدش کرد و گفت خب باید بگردید و پیدا کنید. با این حال اگه من هم یه جایی رو سراغ داشتم بهتون میگم. ممنون. از اینکه مجبور بود تعطیلات تابستان را هم در تهران بماند خوشش نمی آمد. رو به مهدی کرد و دوباره توضیحاتش را از سر گرفت. بعد از اتمام توضیحات مهدی برنامه رو به چند بخش تقسیم کرد و از تک تک آنها اجرا گرفت. برنامه سنگین رو همیشه باید جزء به جزء بنویسید و تک تک اجراش را چک کنید. اینطوری براتون راحت تره. چند بخش کوچک به برنامه افزود و چند بخش را کات کرد. ببینید برنامه شما هم تا یه بخش هایی جواب میده، ولی از اینجا به بعد مشکل داره. یعنی مشکل که نه، رسماً باید از اول نوشته بشه. و با این حرف نصف برنامه را پاک کرد. ندا با ناراحتی گفت وای چرا پاکش کردین؟ مهدی بدون توجه به لحن معترض او گفت برای اینکه باید از اول بنویسید. نه ورودی ها درست تعریف شده بودند و نه حلقه ها. این تیکه رو دوباره بنویسید. ولی اصلاحش می کردم. مهدی نگاهش را از روی مانیتور گرفت و به او داد. همیشه یادتون باشه غلطگیری بعضی برنامه ها بیشتر از نوشتن دوبارش وقت می بره. ندا باز گفت ولی درست نبود بدون اینکه به من بگین پاکش کردین. درست ترین کار همین بود. حالا برید سایت را از نو بنویسین. 1 ساعت بعد خودم میام سایت سر میزنم. ندا با بی‌میلی فلش را گرفت و تشکری از دکتر نعیمی کرد و از اتاق خارج شد. به هنگام خروج از اتاق پرسید برنامه تو درست شد؟ آره تقریبا، یه چیزایی گفت فکر کنم که اصلاحش کنم درست بشه. و بعد یک مرتبه یاد چیزی افتاد و گفت ندا چرا اونجا گیج بازی در آوردی؟ ندا که تازه جریان اتاق را به خاطر آورده بود ایستاد و گفت راستی چی پرسیده بود مگه؟ مینا در حال خنده گفت پرسید اسم استادتون چیه؟ اون وقت تو بعد از بیدار شدن از خواب زمستونی داری درباره برنامه توضیح میدی. ندا تند گفت حالا نمیشه تو زودتر جواب میدادی؟ نه خیر نمیشد، اون از تو پرسیده بود و مستقیم هم داشت به تو نگاه میکرد. بعدش هم دیدم خیلی بد شده، مجبور شدم جواب بدم. دوباره راه افتاده بودند که مینا گفت میدونی معتمد و کرامتی با هم شرکت زدن؟ کرامتی دیگه کیه؟ دوستش، اسمش فرزاده. ندا فقط گفت آهان. مینا با توپی پر گفت آهان و زهر مار، آخه تو چرا اینقدر نسبت به پسر رو بیخیالی؟ راستش رو بگو، نامزدی چیزی داری؟ نه 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 نامزد دارم و نه حوصله فکر کردن به این بی‌مصرف ها رو. تو یه چیزیت میشه ها؟ ندا شانه‌ای بالا انداخت و وارد سایت شد. از دیدن برنامه نصفه خونش به جوش آمد. پایان قسمت 7.